با درود بر شما هموطنان گرامی، فردوسی میگه بترس از خدای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. هموطن گرامی، همشهری گرامی، آقا نفرین کسی پشت سر ننداز. نفرین میگیره، بعضی موقع میگیره، بدم میگیره. خاطره ای که تو ذهن من مونده، یکی از اقواممون چند سال پیش اومد خونه ما، یه سرویس ماشینشویی داشت توی جاده شیراز مردش، بعد از شازده قاسم به سمت شیراز. یه پیرمردی اونجا نشسته بوده، پیرمرد رانندهی داشته تریاک میکشیده. یکی از این بسیجی های زرغون میگیره میبرتش تو سپاه، خیلی اذیتش میکنه. این پیرمرده دلش خیلی میگیره، نفرینش میکنه، میگه امیدوارم فلان اتفاق براش بیفته. بعد از یه مدتی این اتفاق براش میفته، بهش میگن که فلان اتفاق برات افتاد، میگه امیدوارم فلان اتفاق هم براش بیفته. متاسفانه دوباره این طور میشه، اتفاق بعدی هم براش میفته. وقتی من اینو شنیدم، برای خودم ترتیب اتفاقات همچین قابل پذیرش نبود، نمیتونستم بپذیرم که بله این طوریه. از یکی از دوستان هم سوال کردم، گفت ترتیب اتفاق همینطوری بوده، تا اینکه بوده چند هفته پیش یه ویدیوی دیدم دقیقا برام مسجل شد ترتیب این دوتا اتفاق که برای این بنده خدا افتاده. آقا نفرین کسی پشت سر خودت ننداز. من خرافاتی هرچی تو بگی من هستم، ولی بعضی موقع نفرین میگیره بدم میگیره. حواست جمع کن، اگر که خدای نکرده پول کسی جابجا کردی یا اشتباه کردی، یه جوری تلافی کن. شاید برای خود اتفاق نیفته، احتمال داری اتفاقی خدای نکرده برای بچت بیفته، اصلا هیچ ربطی هم به هم نداشته باشه، ولی تو ذهن خودت ربطش میدی به هم، خودتو میخوری، خودتو نمیبخشی. حواست باشه نفرینی کسی پشت سر خودت انداز.